گریگ چن از اتحادیه وکلای مهاجرین امریکا میگوید اداره رئیس جمهور اوباما یک رقم بی سابقه مهاجرین را از امریکا خارج می سازد. این رقم در دهه گذشته تحت اداره رئیس جمهور جورج بوش و اوباما به طور مداوم افزایش یافته است. بنابراین مهم است بدانیم که حکومت امریکا در تطبیق مقررات بسیار به جدیت عمل کرده است. جان فری از مرکز مطالعات مهاجرین میگوید در مجموع رقم اخراج مهاجرین کم است آنچه ما ضرورت داریم یک سلسله تعهدات جدی در تطبیق قانون مهاجرت است ما باید شاهد افزایش اخراج مهاجرین باشیم نه کاهش آن اما در حال حاضر قصر سفید آنقدر در این مورد جدی نیست مگر چگونه عین رقم به دو نظر مختلف دیده می شود جواب آن تفاوت است که حکومت آن را برگشت و بیجا کردن می خواند. برگشت به این معنی است که کسانی که در سرحد هنگام داخل شدن به امریکا گرفتار می شوند و دوباره به کشورشان فرستاده می شود اخراج به این معنی است که کسانی که داخل امریکا است دوباره برگشتانده می شوند so بنابراین اگر به نظریه بیجا ساختن نگاه کنید تا حد بیشتر شده است اما اگر به برگشتاندن و بیجا ساختن در مجموع نگاه کنید رقمشان در واقع کمتر شده است اما گریگ کوهن میگوید حکومت در مقابل مهاجرین غیر قانونی جدیتر شده می رود. آنچه را باید درک کرد این است که رئیس جمهور اوباما حضور محافظین سرحدی را افزایش بخشیده است. عواقب اخراج کسانی که در داخل آمریکا است در مقایسه با برگشتاندن از سرحد به مراتب شدیدتر است. جیم تام هنز وکیل سابق دار در امور مهاجرین میگوید تعداد کمتر قضایای اخراج مهاجرین با محاکم راه میابد. دوسیه هایی که به محکمه راه میابند سالها را در بر میگیرد که حالا فصل شود بنان تعداد اخراج مهاجرین غیر قانونی کمتر است زیرا محاکم به این همه کارها رسیدگی کرده نمیتواند در این زمان جر و بحث روی این که تلاش های بیشتر یا کمتر برای تطبیق قوانین بکار است موضوع است که ممکن در تغییر شکل قانون مهاجرین در امریکا اثر گذار باشد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.